سلام، بریم که یه مثال ببینیم از این استراتژی جامعه معاملاتیمون. دقت کنید که اینجا این الان نمودار NZD به USD، همونطور که میبینید من در تایم فریم هفتگی یه خط در واقع کف کانال کشیدم، یه بار اومد از کف کانال خارج بشه، اما موافقت آمیز نبود این حرکت، خورد به اسوان پیوت و برگشت سریع بالا، اومد بالا، الان رسیده اینجای نمودار. همونجا که میبینید هم رو سقف کاناله، سیگنال یک، سیگنال دو، روی در واقع پیوت ماهانه خودش محصور شده، این سیگنال دو. سیگنال سه، شکل کندلا رو ببینید، این کندلا نشون میدن که بازار جون لازم واسه رشد رو نداره. کندل شناسی و پرایس اکشن اینجا به کار شما میاد. ببینید شدوهای بلندی که بالای این کندلا شکل گرفته، این میشه سیگنال سه. حالا ما میرم تو تایم فریم پایین تر، شما شکل کندل ها رو بهتر هم میتونید ببینید. یه مقدار زوم بکنم، ببینید این کندله آخر داره نشون میدن که آقا این بازار جون نداره که این خط آبی در واقع سقف کانال رو بشکنه. یه الگوی شبیه مثلث هم میشه اینجا دید، ولی حالا من به الگوش کاری ندارم فعلا. و یه واگرایی یا در واقع میتونم بگم کاهش انرژی بازار رو هم داریم. ببینید از اینجا، اینجایی که مستمن هست، تا اینجا و تا اینجا بازار اومده بالا، اما مکدی رو ببینید همطوری داره میره پایین و انرژی بازار هم از بین رفته. پس ببینید من اول نگاه میکنم اینم بازار خورده به یک منطقه مقاومتی محکم، جایی که هم خط روند سقف کانال رو دارم، هم پیوت دارم، هم جایی که بازار بارها استراحت کرده، هم شکل کندل ها ضعف انرژی بازار رو نشون میدن، و بعد میرم سراغ اوسیلاتورها، میبینم بله اوسیلاتورها هم دارن ضعف روند رو ثابت میکنن. یک همچین جایی میشه پوزیشن فروش شیرینی گرفت. استاپ لاس رو کجا میذارم؟ من برگردم دوباره توی ویکلی، استاپ لاس رو میارم بالای آخرین جایی که بازار اون رو تاچ کرده میذارم. یعنی تا اینجا اومده بود، من یک مقدار بالاتر از این میرم، من میخوام تا جایی که میشه استاپ لاس هم جای سیفی باشه دیگه، استاپ لاس رو میارم بالا قرار میدم که اگر بازار بخواد این منطقه رو بشکنه دیگه کارش سخت باشه. حالا شما میتونید پیوت های دیگه بندازی، اینجا تقابل در واقع بازار با انواع پیوت ها رو بسنجی. و بعد استاپ هم رو که مشخص کردم، تک پروفیت هم رو کجا میذارم؟ تک پروفیت هم تارگت اولش اینه که تا کف این کانال بریزه بیاد پایین، و تارگت دومش اینه که اگه بتونه کف کانال رو بشکنه یه منطقه پی آر زد دیگه اینجا دارم. پس کل استراتژی جامع داره به شما میگه آقا ایستگاه اول رو پیدا کن، قطار رسیده به این ایستگاه، آیا اونقدر شتاب داره، اونقدر سرعت داره که از این ایستگاه بره بالاتر؟ اگر داره که خب باش میری بالا، اگه نداره و فکر میکنی روند اصلی نزولیه که داریم اینجا به وضوح میبینیم دیگه، ما توی یک روند ویکلی نزولی هستیم، پس آماده پوزیشن فروش میشی، ضعف کندلا رو که دیدی نقطه ورود پیدا میکنی و تا کف کانال و حتی تا این منطقه پی آر زده بعدی میتونی دو ایستگاه باهاش بری پایین و سود عالی بگیری. امیدوارم که از این توضیحات استفاده کرده باشید. خب بریم نتیجه این ترید رو ببینیم. خوبی تریدینگ ویو اینه که به شما خیلی راحت نشون میده تحلیلی که کردی چقدر، پیشبینی که کردی چقدر درست بوده. و الان نگاه کنید این بازار همونطور که انتظار داشتیم بریزه، داره میریزه، یه مقدار بالا میزنه ولی بعد فشار فروش اونو به سمت پایین میاره. اینجا دقیقا جایی که شما میتونی ریسک فری کنی، اما بعد میبینی که نه، بازار پرقدرت داره میشکنه، یه پول بک میزنه به منطقه شکسته شده، همچنان به سمت پایین حرکت میکنه و همون تارگتی که انتظار داشتیم رو برای ما به راحتی زد. دقت بکنید دقیقا تا همون منطقه پی آر زدی که انتظار داشتم اومد پایین و تارگت یک منو اینجا زد، تارگت دو منو اینجا زد. جمعا چقدر فکر میکنید این به ما سود داده؟